انسان تا چه حد مختار است؟ وقتی از اختیار و اراده آزاد انسان حرف میزنیم منظورمان چیست؟ میتوان اعتقاد به اراده آزاد انسانی را با تعین‌گرایی و جبر جمع کرد؟ سلام به بینندگان پرگار. فردی که معتاد به مواد مخدر است، پولی که برایش مانده را به جای نان صرف مواد مخدر می کند. آیا او به عنوان یک فرد مختار تصمیم گرفته؟ آیا اراده آزاد او در این عمل دخیل بوده؟ مختار بودن انسان را چطور می توان تعریف کرد؟ اینکه او می توانست به جای این اقدام منشأ اقدامی دیگر شود؟ ولی چه چیز منشأ عمل ماست؟ اونچه که قدرت انتخاب نامیده می شود یا روندهای روانی و بیولوژیکی که غالبا تصور می کنیم بر اونها احاطه داریم، حال اون که علم چنین تصوری را به چالش کشیده است. از اون گذشته، آیا عمل ما در خود ما منشأ دارد؟ در شرایطی که گفته می شود خداوند از اون آگاهی پیشینی دارد؟ سوال‌ها و جواب‌ها چنان قامزند که بحث اراده آزاد انسان و امکان سازگاری اون با تعین‌گرایی یا به اصطلاح رایج جبر را به یکی از دشوارترین مباحث فلسفی تبدیل کرده است. در هر دو سوی مرزی که ساحت دینی را از غیر دینی جدا می‌کند، هم معتقدان به اختیار و اراده آزاد انسانی داریم و هم معتقدان به تعین‌گرایی و جبر. در هر دو سوی این مرز هم معتقدان به امکان سازگاری حدی از اختیار انسانی با حدی از تعین‌گرایی داریم و هم معتقدان به ناسازگاری این دو. این منظره پیچیده از آرا و عقاید بر دشواری این بحث افسوده. به همین دلیل در برنامه این هفته به جای مناظره جناح‌های فکری مختلف، احتمالاً ما بیشتر بر طرح مباحث در مورد اراده آزاد انسان و تعین‌گرایی متمرکز خواهیم شد. شرکت کنندگان در این برنامه: تجلی کشاورز، استاد دانشگاه در دانشگاه وستمینستر لندن، آقای کشاورز متخصص مهندسی پزشکی است. رضا مصیبی، استاد فلسفه در دانشگاه ماینز آلمان، و محمد رضا نیکفر، پژوهشگر فلسفه، او هم در آلمان. خیلی خوش آمدید. آقای کشاورز، چه چیز شما رو به این برنامه کشونده؟ به اراده آزاد خودتون اینجا هستید؟ خب این سوال شما من رو میکشونه به اونجا که این گفتگوی به عبارتی دوگانه اراده و اراده فرد و اراده اعمالی جبری رو به چالش بکشیم. ببینید، قرن هاست که این سوال جبر یا اختیار چه در نزد فلاسفه و چه در نزد مردم عوام مطرح بوده، صحبت جذابیه. اما اون چیزی که میبینیم دقیقاً این دوگانگی ایدئولوژی هاست، عقایده، که کسانی هم که میخواستن از این دوگانگی بیرون بیاند سعی کردند که یک نوع سازشی در بین این دو ایده ایجاد کنند که به اصطلاح از اینجا رانده و از اونجا مانده میشه. حرفی که من میخوام بزنم اینه که شاید در این دوره با دانشی که اکنون داریم وقت اون رسیده که به یک خط سومی نگاه کنیم و اینکه ببینیم که آیا این خط سوم چه خواهد بود، چه میتونه باشه. آیا قبل از اینکه به خط سوم برسیم، سوال من خیلی واضح بود آقای کشاورز، بذارید سوال رو ربط بدم به اصلا اون موردی که در مقدمه گفتم. اون معتادی که به جای اینکه پول باقی مانده رو صرف خرید نان کنه، اون رو صرف خرید مواد مخدر میکنه، اون به اختیار و اراده آزاد خودش این کار رو میکنه یا نه؟ به مجرد اینکه من بگم که این اراده آزاد نداره، تصور شنونده بر این خواهد بود که پس جبری بر او اعمال شده.
اون چیزی که من می‌خواستم بگم اینه که چیزیست ورای این دو، این خط سوم ورای این دوه، ورای یک همچین جبری و ورای یک همچین اختیاری. چرا؟ برای اینکه وقتی که به عالم نگاه می‌کنیم، این ذرات، حالا چه بیولوژیک، چه ذرات مولکولی، چه ساب مولکولی، جزء مولکولی، اینها در همدیگه تداخل دارند، با همدیگه در حال فعل و انفعالند. علت این که ما میایم و میگیم که جبر یا اختیار، اینه که ما بین این دو نحله به اصطلاح فاصله قائل میشیم. یک جهان بینی رو ما داریم که در اون خلأی موجوده که یا این یا اون. اما اون چه که علوم امروز و علوم بیولوژیک بالاخص بهش نشون به ما نشون میده اینه که فاصله ای در کار نیست، خلأی در کار نیست. بنابراین ما یک عالمی رو باید در نظر بگیریم که متصل، پیوسته و در حال فعل و انفعاله و هر کدوم از این ذرات بیولوژیک که حالا اشاره کردید شما با همدیگه در حال تبادل ذرات هستند و بنابراین بر هم اثر میگذارند. بنابراین اثری که در اینجا ایجاد میشه که یک اثر کلیه موجب میشه که این شخص اون این یا اون تصمیم رو بگیره. بله. پس میشه گفت که اقدام این شخص، چه خرید مواد مخدر باشه، چه خرید خوراک باشه، حاصل تاثیرگذاری این ذراتی است که گفتید؟ چند چیزی میشه گفت؟ بله. پس تعیون‌گرایی که شما بهش معتقد هستید نوعی تعیون‌گرایی طبیعیه یا نه؟ اگر اشتباه میکنم تصحیح کنید. باید دید که تعریف تعیون‌گرایی طبیعی چی هست. اون چیزی که من مورد نظرمه اینه که این تعیون‌گرایی طبیعی که داریم اشاره می‌کنیم یک از یک دانش درونی برخورداره. بنابراین تمام این فعل انفعالاتی که انجام میشن در خودشون همزمان با آگاهی همراهن. آقای نیکفر، شما چی؟ اراده آزاد شما به این برنامه جذبتون کرد، کشوندتون؟ بله، این اراده آزاد خود من بوده که در این برنامه شرکت میکنم. ولی این مفهوم اراده آزاد که ازش صحبت میکنیم یک مفهوم تاریخی هست و این مفهوم تاریخی اگر تصور کنید که یک بار من رو به 3 قرن پیش برگردوندید و فرضم بکنیم کسی از من این سوال رو میکرد، میتونستم جواب دیگه ای بدم بهش. آزادی یک بار گران هست و بر دوش آدمی و درگیری که انسان با این مفهوم داشته در طول تاریخ ادامه داشته، به شکل‌های مختلفی در اومده. انسان کوشش کرده خودش رو ابراز بکنه. ابتدا این مفهوم پروریده شد از طریق درگیری با مذهب در ورود به عصر جدید، با اینکه خب عناصری ازش وجود داشت در فلسفه قدیم یا اندیشه سیاسی قدیم. بعد از درگیری با مذهب، درگیری با سلطان و نظام حاکم مطرح بود، بعد درگیری با فرهنگ و جامعه مطرح بود. یعنی در هر دوره آزادی از طریق یک درگیری میباید خودشو نشون بده. الان ما وارد یک دوره شدیم که گویا از طریق درگیر شدن با بیولوژی و از طریق درگیر شدن با علوم طبیعی میباید یک تیکه از این آزادی رو نجات داد. و وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در هر دوره این آوارهای ایدئولوژی که دوره قبل ترانسفورماسیون پیدا میکنه و یک جایی دوباره خودشو به شکلی نو بروز میکنه، تغییر یافته. یعنی در همین بحث دترمینیسم طبیعی خیلی وقتا بشکافیمش، میبینیم عناصری از اون جبری که در مذهب وجود داشته یا جبری که در واقع سرسپردگی به سلطان یا نظام حاکم یا فرهنگ حاکم یا سنت، میبینیم همه اینها ریخته و بخش زیادی از کار ما نقد ایدئولوژی هست.
که ما بتونیم این مفهوم رو شفاف بکنیم و یک مفهومی ازش در بیاریم که بتونیم تا حدی اطمینان داشته باشیم که این آوارها رو از روش برداشتیم. ولی اونها که از تعیونگرایی بیولوژیک صحبت میکنن و شکلی از این رو ما در صحبت‌های آقای کشاورز دیدیم، هرچند بیانشون یه سبقه فلسفی و حتی میشه گفت عرفانی هم داشت، اما عموماً اونها که از نوعی از دترمینیسم یا تعیون‌گرایی طبیعی صحبت میکنن اتفاقا میگن زبانش زبان شفاف علمی است. در همین زبان کلی عنصر متافیزیکی وجود داره. وقتی که این موضوع دترمینیسم مطرح شد، از فرمولاسیونش رو داریم در نزد لامتری یا در نزد لاپلاس به عنوان در واقع فیزیک کامل است، این در واقع یک تزه متافیزیکی هست و یک تزه اونتولوژیک هست که باید بپرسیم فیزیک یعنی چی و کامل بودن یعنی چی. در صحبت‌های آقای کشاورز بود که با یک سری پیش‌فرض‌های اونتولوژیک هستی شناسی حرکت می‌کنن، یعنی جهان پیوسته است و این جهان اثر متقابل داره و این هر گذشته، هر اکتی در کنون یک گذشته داره و ناشی از تاثیر متقابله و این یک فضای متعینی رو ایجاد می‌کنه. ولی خب با این میشه در این فرض‌های هستی شناختی هی پرانتزهایی رو وارد کرد و به چالش کشید این جهان پیوسته است ولی همه چیزش به هم ارتباط نداره. الان ممکنه در واقع یک حرکتی در مریخ اثری در بحث ما نداره، با اینکه این پیوستگی مادی جهان رو داریم، میگیم با ربط هست یا بی ربطه. و از طرف دیگه نکته اساسی در این بحث اینه که انسان شهروند دو جهان هست، به قول کانت مثلا میتونیم بگیم، یعنی یک جا ما در جهانی هستیم که با علتها مشخص میشه، یعنی منم یه جسمم مثل این لیوان، یعنی نیروی جاذبه روی من اثر میگذاره و خیلی همین پروسه هایی که روی هر جسم دیگه. از طرف دیگه من در دنیای دلالت ها به سر میبرم. خب بسته این رو اجازه بدید در ادامه برنامه انجام بدیم. آقای مصیبی، شما میشه گفت به حدی از آزادی اراده اعتقاد دارید و به مسئولیت شخص متأثر از این آزادی اراده هم اعتقاد دارید. این ناشی از میشه گفت تربیت تحصیلی شماست، متخصص کانت هستید. اگر چنینه، آیا این حد از آزادی اراده رو با تعیون‌گرایی که یه شکلیش رو در صحبت‌های آقای کشاورزی دیدیم میشه جمع کرد؟ سازگار هستن این دو؟ خب ببینید، دست کم از قرن 17 به این طرف دو تا سوال مطرحه. اول اینه که تعیون‌گرایی علی یا دترمینیسم بر اساس علوم دقیق طبیعی واقعا صادقه در تمام وجوه و لایه‌های هستی شناسی که ما می‌شناسیم. دومی که اگر چنینه، اگر صادقه، میتونه آن چیزی که ما به لحاظ شهودی اراده آزاد خودمون تعریفش می‌کنیم با این نوع از تعیون‌گرایی سازگار باشه یا نه. هر دو پرسش جوابای متفاوتی دارن. مثلا فرض کنید تحولات علمی در قرن 20 به ما نشون میده که دست کم حوزه‌هایی از جهان ذرات هستن که ما امروز نمیتونیم بر اساس اصل علیت توضیحشون بدیم. حساب احتمالات وارد مسئله میشه. فیزیک کوانتوم خدمتتون عرض میکنم. و همونطوری هم که میدونید اینجا هم دو نوع تفسیر هست. از تفسیری که نیلز بور و دوستانش و شاگرداش میکردن که اون رو به قولی وچه فی نفسه جهان خارج میدونستن، یعنی واقعا فی نفسه در جهان هستنده هایی وجود دارند که اصل علیت براشون صادق نیست، و عده‌ای که میگفتن که خب نه، این ضعف نظری و معرفتی ماست. خب این یه مسئله است. اولا اینکه یعنی که ما اگر تعیون‌گرایی علی را بهش قائل باشیم به این سادگی نیست که ما این رو به شکل سراسری و کاملا دربرگیرنده بتونیم ازش دفاع بکنیم.
مسئله دوم اینه که خب گیرم که این گونه باشه و برای خیلی از ما این تصویر استاندارد ما از جهان واقعا این گونه است که هر چیزی یه توضیح علمی میتونه داشته باشه، مگر اینکه به دلایل جهان بینانه ما معتقد به معجزه یا خرق عادت از طریق یک نیروی فراطبیعی باشیم. پس اگر تعیین‌گرایی علی در دست کم بیشتر حوزه‌های زندگی ما مطرح و صادقه، وقت تکلیف آزادی اراده ما چی میشه؟ اینجا وقت پرسش اینه که شما چه انتظاری از این آزادی اراده دارید؟ ببینید سه مرحله مفهومی هست که ما بعد از هم جدا بکنیم. یکی بحث آزادی عمله. فرض کنید من تشنه هستم ولی همکاران شما منو صفر به این صندلی بستن، من نمیتونم دستمو دراز کنم آب بخورم. اینجا آزادی عمل من محدود شده. و این مفهومی از آزادیه که ما باش روزانه سر و کار داریم. در فرض کنید متون سیاسی و حقوق بین الملل اغلب از این صحبت شده. مثلا شما فرض کنید از وقتی از حق بشر آزادی بیان صحبت میکنید، این بحث آزادی عمل. خیلی خوب، من بعید میدونم کسی اینو منکر بشه. این لایه اول. این لایه دوم. لایه دوم اینه که شما خیرید بین دو امکان و از همین هم واژه اختیار میاد که در واقع معادل لاتینی arbitrium liberumه و این مفهوم غالب در سنت فلسفه اسلام میشه. مرحله سوم که مسئله مهمه و نظری های مطرح اراده آزاد یا آزادی اراده بهتره بگیم مشغولش هستن و کانت هم مشغولش بود، اینه که شرط امکان این اختیار چیه؟ اساساً چه چیزی باعث میشه که من در این موقعیت قرار بگیرم که بین دو، سه یا ده گزینه یکی رو برگزینم؟ به دلیل، به این دلیل یا به آن دلیل؟ یعنی این مبارزه دلیل‌هایی که له و علیه هم وارد یه حوزه از استدلال میشن. اگر من بخوام پاسخ شما رو در این مرحله عمیق سوم بدم، خب دشواره، نمیشه. یعنی فکر میکنید اگر این حد اعلا از آزادی اراده رو ما بگیریم، امکان سازگاری اون با تعیین‌گرایی بسیار دشوار خواهد بود؟ ببینید ما هر دو دسته رو داریم. یعنی کسانی هستند که معتقدن خب دترمینیسم در اغلب حوزه‌های زندگی ما غالبه و ما هم اراده آزاد داریم. مفهومی که از اراده آزاد دارن یه مفهوم نسبتاً ضعیفیه و میگن بیش از اینم ما نیاز نداریم. اکثریت نظریه پردازهای آزادی ارادی واقعا قائل به همینن که میدونید این موزه رو کامپتیبلیسم یا سازشگرایی تعریف میکنن. جناح دوم میگن که نه، اگر آزادی اراده وجود داشته باشه با تعیین‌گرایی ارلی سازگار نیست. اینها خودشون دو دستن، یه دستن که له آزادی حرف میزنن، یه دستن که علیه آزادی حرف میزنن. هر دو در اقلیت هستن. اونهایی که موافق آزادی هستن ولی میگن مفهوم آزادی اراده ما با تعیین‌گرایی علی جور در نمیاد، بهشون ما میگیم لیبرتاریان. که تا اونجایی که من میدونم امروز دست کم در آمریکا دو یا سه چهره شاخص بیشتر نیست. بسیار خوب. به نظر میاد شما به حد بالایی از آزادی اراده اعتقاد دارید، اون حدی که کانت ازش استنباط میکرد، و در این حال به نظر میاد فکر نمیکنید به راحتی این رو بشه با جبر یا تعیین‌گرایی جمع کرد. کار بسیار دشواری است. میتونم پاسخ بدم؟ بله، خیلی کوتاه. خب من کانتی نیستم ولی معتقدم که حوزه‌ای از رفتار ما هستن که به راحتی نمیشه با تعیین‌گرایی علی توضیحشون داد. این ولی ضرورتاً به معنی نیست که من یک نوعی از یه لیبرتاریان هستم، ولی بله. فکر میکنم بار استدلالی به دوش خیلی از تعیین‌گراهای علی یا سازشگران هست که اینو توضیح بدن. بسیار خوب. خیلی کوتاه، لیبرتاریان رو در این زمینه فلسفی به فارسی چی ترجمه کردن؟ باید عبارت بلند بگم، کسانی هستن که معتقد به استقلال آزادی به نوعی از علیت هستن که یه نوعی از علیته که مستقل از علیت طبیعیه. بله. آقای کشاورز، نقد آقای نیکفر بیشتر به صحبت‌های شما بود، تعیین‌گرایی طبیعی، جوابتون چه است؟ اولا که من هیچ نوع اعتقادی به متافیزیک ندارم و در حقیقت صحبتی هم که کردم اینجا در ارتباط جهانی بود که خود در خود و ممتده، بنابراین در این جهان چیزی خارج از اون نیست، چطور میتونه متافیزیکی وجود داشته باشه؟ اشاره به لاپلاس اشاره قدیمی در ارتباط با علت و معلول، و اینجا وارد صحبت جالبی میشیم در مورد خیلی خوب فلسفه نیوتنی که یک علتی است و یک معلولی، و در اینجا اشکالی که به عبارتی شاید وجود داره اینه که ما یک علتی رو ثابت فرض میکنیم و معلولی که از این علت ثابت یک نتیجه خاصی رو ایجاد میکنه، یعنی یک ارتباط خطی قائلیم، در حالی که در فیزیک کوانتایی
صحبت از مستر هایزنبرگ صحبت میکنه از اصل غیر قابل تعین یا غیر قابل اعتماد، که در یک لحظه یک ذره رو ممکنه شما بگید که کجاست ولی سرعتش رو نمیتونی تعیین کنی، و اگر که سرعتش رو تعیین کنی نمیتونی بگی کجاست. و یک ابر الکترونی رو اینا در نظر دارن که ذرات مرتب در حال تغییر هستند در این ابتدا، در این ارتباط. بنابراین گفته‌ای که من در اینجا دارم و میگم که باید خط سومی رو نگاه کرد، دو مرتبه اینجا اشاره میکنم به اینکه در این خط سوم این ذرات در هر لحظه در حال تغییرن. بله، در این خط سوم قیدهایی که بر اعمال انسانی هستن چیان؟ این قیدها به نظر میاد الهیاتی نیستن، شما معتقد نیستی بیرون از این جهان چیز دیگه‌ای هست. این قیدها روانی نیستن، به نظر نمیاد گفتمان شما گفتمان روانشناختی باشه، یعنی راجب ناخودآگاه و اینجور چیزها که تا حد زیادی از نظر یک روانشناس معتقد به آرای فروید بر اعمال ما تأثیر میذارن، تأثیر قاطع میذارن، گاه معتقد نیستید. قیدها به این ترتیب به نظر میاد بیولوژیکی هستن، نه؟ اون چیزی که من میخوام بگم، اصلا من لغت قید رو به کار نمیبرم، یعنی من معتقد نیستم که در اینجا چه قیدی باشه، چه روانی باشه، چه بیولوژیکی باشه، هرچه. اون چیزی که من میگم اینه که ذرات در حال فعل انفعال با همدیگه هستن، و یک ذره به تناسب خصوصیتی که داره با ذره دیگه فعل انفعال میکنه. یعنی من اشاره به صحبت شروع شما میکنم، من که به اینجا میام عاملی هستم به عبارتی متغیر که در آمدن خودم به اینجا مؤثره. در این حال شما وقتی به من پیشنهاد میدید که کشاورز تو حاضر هستی که بیای در این برنامه شرکت کنی، نقطه یکی که شما اثری میذارید در فعل و انفعالات ذهنی من. این که در اون موقعی که شما این حرف رو میزنین من آیا تشنه هستم، آیا گشنه هستم، آیا روحیم مناسب بوده یا نه، همه اینها دخیلند. نکته دیگه اشاره‌ای که نیکفر فرمودن در مورد این که اتفاقی که در مریخ مثلا بیفته اثری روی ما نداره، من با این صحبت کمی اشکال دارم، برای اینکه در یک همچین جهان بینی متصلی کوچکترین تغییری در یک نقطه بر نقطه دیگه اثر میذاره. منتها ما این که برای این مقدار قائل میشیم، و این مقدار قائل شدن خودش یک محدودیته. صحبتی هست در مورد فلسفه کیاس که میگه اگر که پروانه ای در هیمالایا پر بزنه اثری میذاره در گفتگوی الان ما، و البته گذاشت. چرا؟ چون من اینو به زبون آوردم و شما شنیدید و بر شما به هر حال به طریقی اثر گذاشته. آقای نیکفر. بله، ولی ما بسیار باید مواظب باشیم که گذار از حوزه گزاره‌های علوم طبیعی به حوزه‌ای مثل آزادی که حوزه جهان انسانی هست احتیاج به ترجمه داریم، که اون زبان اون رو به این زبان ترجمه کنیم، یعنی در واقع تفسیر کنیم، و این گزار خیلی خطرناکیه. یعنی ما نمیتونیم بلاواسطه از مفاهیم علمی یا مفاهیم بنیادی تر از اونها، یعنی یک سری تزهای اونتولوژیک هستی شناسی، نتیجه بگیریم و مسئله آزادی انسان رو ازش در بیاریم. یعنی از مثلا فرض کنید که از فیزیک کوانتوم برسیم به بحث جبر و اختیار انسانی. جبر و اختیار انسانی در یک حوزه دیگه میگذره. انسان دارای آگاهی و خودآگاهی هست. انسان زیر تاثیر علتها نیست، هست و نیست. انسان در جهان دلیلها حرکت میکنه، و این دو ساحت متفاوت فکر این تفاوت گذاری خیلی اساسی هست. ما در حوزه علتها با متافیزیک چیزها یا مکانیک چیزها مواجه هستیم. این چیز بر روی اون چیز تاثیر میگذاره، این میکروب باعث این بیماری میشه و اینا. ولی در حوزه دلیلها ما با سمبولها مواجه هستیم، با گزاره ها، با استدلال ها، با مقایسه ها،
و بعد با بیوگرافی عمل میکنه بیشتر از اینکه شیمی عمل کنه. یعنی یک شیمی روی هر کدوم از ما یک تاثیر میگذاره، ولی خوردن این آب و ادراک مزه این، یعنی ادراک این متفاوته. چیزی که لغت فنیش این کوالیا بهش میگن، این پشت هر کدوم از اینا یک بیوگرافی نهفته است. بحثی که دوست عزیز آقای نیکفر مطرح میکنه، تفاوت بین دلیل و علت، باز یه داستان دیگه داره. یعنی خب کسایی هستن مثل فرض کنید دیویدسون که علتگراهن، یعنی سعی میکنن دلایل رو عودت بدن، فرو بکاهن به علل. شما میبینید این بحث آزادی در اون ماندگار نمیمونه. یعنی شما به محض اینکه زبون میگشایید از بحث آزادی اراده، بحث فلسفه ذهن، بحث فلسفه اخلاق، فرا اخلاق و این حوزه هایی که ماهیت دلایل چی ان، چرا من نسبت به فرض کنید جانوران دیگه موجودی هستم که به دلایل واکنش نشون میدم. واقعا نکته خوبیه مقایسه انسان با جانوران دیگه. من به یه شکل دیگه راجع به این صحبت میکنم، طوری که به حرفای آقای کشاورز هم رفت پیدا بکنه و نقدی که آقای نیکفر کردن، اگر بتونم درش بیارم. مثلا خیلی معتقدن فرق ما با حیوانات اینه که مغز ما در یک فضای بین الاذهانی عمل میکنه و به همین دلیل بیوگرافی مهم میشه، و به همین دلیل معتقدن که آزادی اراده ما به این دلیل میشه بهش اعتقاد داشت که ما فراتر از مغزمون هستیم. چرا؟ چون این مغزها در فضای بین الاذهانی اقدام میکنن و اون چیزی که فضای بین الاذهانی میسازه زبانه، سمبول ها هستن. آیا به این ترتیب معتقد هستید به همین دلیل ما میتونیم از اراده آزاد انسان صحبت کنیم فراتر از روندهای طبیعی؟ میتونه آدم قضیه رو به این شکل ببینه. تا دست کم در مرتبه‌ای که علم ما امروز قرار داره دشواره در حوزه جانورانه دیگه موجوداتی رو دید که مثل ما اینجوری حساس باشن به دلایل لا و علی، اینجوری با هم استدلال کنن و این بینشون یک نظام هم سمبولیک بسازه که بتونن برای اساس خاصی با هم دیگه ارتباط برقرار کنن. میتونه آدم قضیه رو اینجوری ببینه، میتونه آدم قضیه رو مقدار ساده‌تر و نزدیک‌تر به زندگی روزمره ببینه، همونجوری که کانت اینو میدید. میدونید مثلا فرض کنید کانت تصور میکرد شما نشستید در یک سلولی، به شما غذا میدن، این دفعه نه مثل این موردی که غذا میدن دست و پاتون ولی بستن نتونید بخورید، به شما غذا میدن، اما شما موجودی هستید که به خاطر یک ایده، یک تفکر، یک جهانبینی خاصی میتونید از بزرگترین غریزه ای که مجهز بهش هستید، یعنی سیانت نفس، حتی صرف نظر بکنید، اعتماد به غذای خوش بکنید و بمیرید. و به ویژه این رو تجلیش در بعضی از اعمال اخلاقی کانت میدید، و برداشتش این بود که یاد در واقع اون شعور اولیه‌اش این بود که اینها رو ما نمیتونیم از به شکلی از موجبیت علی طبیعی توضیح بدیم، به خاطر اینکه نیروی نعگویی در وجود ما هست که به رغم اینکه تمام تمایلات و غریزه های ما خلافش رو میگن، ما باز هم انجامش میدیم و بعدش هم وجدان آروم داریم و دیگران هم تاییدش میکنن. آقای کشاورز، من اون چیزی که میخوام بگم اینه که واقعا میخوام که از این قافیه اندیشی بیرون بیام. اون چیزی که در نظر من میاد اینه که در طول تاریخ فلاسفه تعاریفی رو ساختند و به عبارتی در بند این تعاریف افتادند. کاری که من میخوام اینجا بکنم یک سوالی رو مطرح میکنم و میگم که آیا این ذراتی که ما راجبش داریم صحبت میکنیم، این ذرات از موارد روزمره که نمیدونم صیانت فرد، اقدامی که یک شخص در یک سلول زندان میکنه یا نمیکنه، یا لفظی که آقای مصعبی به کار برد به نقل از فلسفه کان، شهودی که ما داریم، شما اینها رو به نظر میاد به عبارتی منحل میکنید، درست میگم؟ من حرفی که میخوام بزنم اینه که احتیاج شاید به یک زبان تازه‌ای هست در بررسی این گفتگوی پیچیده جبر و اختیار. ولی آیا این زبان تازه است واقعا؟ سبقه فلسفه اشراقی صحبت‌های شما علی‌رغم پوشش علمیش به من میگه که این زبان خیلی هم زبان جدیدی نیست. خب هیچ چیزی که غیر از اینکه مسبوق به سابقه باشه نیست. به هر حال هیچ چیزی اینطور نیستش که وجود نداشته باشه. خیلی جالبه شرودینگر در اون داستان گربه‌اش که صحبت می‌کنه اینه که شما در مورد آیا این گربه در این اتاق محبوس شده ای که سمی هم در اونجا هست و این سم شروع میکنه به ترشح، شما نمیدونید که این گربه مرده یا زنده است تا موقعی که به مرحله مشاهده برسید. در اون موقع است، یعنی موارد شکوفا میشند.
صحبتی هم که من در اینجا میخوام بکنم همینطوره. فلسفه اشراق رو که شما بهش اشاره کردی که خیلی جالبه، اشراق در مورد نور وقتی صحبت میکنه فاصله ای نمیبینه بین تاریکی و نور. در حقیقت تاریکی رو هم یک لایه‌ای، لایه متصلی از لایه‌های متعدد نور می‌بینه که من حالا نمی‌خوام که اینا رو مربوط بکنم به طریق متافیزیکی اینطور که شما می‌گین، ولی کوانتوم تئوری هم، تئوری کوانتوم هم، فیزیک کوانتوم هم صحبتی که می‌کنه در ارتباط با نحوه ساخته شدن نور، نحوه تشعشعاتی که در اینجا صورت می‌گیره، شباهت‌های بسیار زیادی داره. منتها اون چیزی که اینجا مهمه که بهش دقت کنیم اینه که ذرات مدام در تغییرند. خب اجازه بدید اگر ما بگیم ذرات مدام در تغییر هستند، ما چقدر جواب دادیم به پرسش بسیار ملموس؟ این یه پرسش فلسفی است، ولی در این حال پرسشی است که هر کدوم از ماها، هر کدوم از بیننده ها، همه ماها هر روز به نحوی باش برخورد میکنه. بله. این کاری که من میکنم واقعا تصمیم من بود، این کاری که من میکنم حاصل فشارهایی بود که یا من خبر دارم یا خبر ندارم. چقدر مشکل رو حل میکنه گفتن این که ما مجموعی هستیم از ذراتی که بر هم تاثیر میگذارن؟ خب یک فیلسوفی در یونان باستان قبل از افلاطون ارسطو گفت که همه چیز در تغییر، شما نمیتونید در یک رودخونه دوبار پا بگذارید. خب بسیار عالی بود، ولی اینها مسائل فلسفه رو حل نکرد دیگه. این دیدگاه یک میشه گفت بصیرت جالبی بود، مسئله رو حل نکرد. برای اینکه به طور عملی بهش نگاه نمی‌کنید. دقیقاً شما این کاری که الان دارین می‌کنین الان همینه. یعنی اون چیزی که من دارم میگم اینه که به طور عملی باید بهش نگاه کنیم. شما میگید من میگم وقتی این ذرات با هم دیگه دخالت دارن، اینکه شما سوال میکنید میخواید کار خودتون رو راحت بکنید که یا اختیار من بوده یا نبوده. حرفی که من میزنم اینه که دقیقاً اینطور نیست. شما در این اتفاقی که افتاده مؤثر بودید، ولی نه فقط شما، بلکه انواع اقسام ذرات مؤثر بودید. مطلب پس شما به حدی از آزادی اراده اعتقاد دارید؟ من معتقد به حد نیستم. خب. حد موقعی که فاصله ایجاد بشه در بین ذرات بدن شما و ذرات عالم، فاصله ای نیست، پره. آقای نیکفر ببینید، اینا همشون در واقع تزهای متافیزیکی هستن، یعنی از این نظر متافیزیکی هستن که خیلی کلی هست. منظورتون از اینها دقیقاً چیه؟ یعنی همین، یعنی ببینید آقای کشاورز از گفته های کلی در مورد مفهوم مبهمی به اسم ذره حرکت میکنن و از اونجا میخوان برسن به مفهوم آزادی و اختیار، یعنی یک جهش بسیار بزرگ بین دو تا حوزه. این رو در نظر بگیریم که این چند اشکال داره. یکی بنیادگرایان است. بنیادگرایی رو در مفهوم سیاسی به کار نمیبرم، در مفهوم که در فلسفه وجود داشته که همواره کوشش کنن از بنیادی ترین چیز حرکت کنن و همینطوری سوار بکنن. این اشکال رو داره که خیلی وقتا یک ایده در واقع انتظام دهنده رو به اصطلاح کانت ازش استفاده سازنده میکنن که این دچار خطای عجیبی پیش میاره، از جمله مثلا خطای در واقع مخلوط کردن مقولات با هم، یعنی حرکت ذره با حرکت انسان. اینا هر دو حرکت هم ولی خطای مقولاتی هستن. از بنیادی ترین چیزها شروع کردن چه ایرادی داره؟ اولی که به چند دلیل ایراد داره. یک، عمر ما کفاف نمیده. یعنی یک اشکال این هست که ما برای اینکه یک چنین پروژه‌ای رو به سرانجام برسیم، قبل از اینکه به سرانجام برسونیم ما تموم شدیم و فرد بعدی این کار رو ادامه نخواهد داد. یعنی تاریخ علم، تاریخ فلسفه نشون میده اینه. یعنی ما با محدودیت پایان پذیری خودمون مواجه میشیم. این انتقادیه که فیلسوف آلمانی اودو ماکارت میکنه به بنیادگرایی و از زاویه محدودیت عمر ما. اشکال دیگه این هست که از حوزه های مختلف حرکت میکنه و این حوزه ها هر کدوم به دیگری بخواد ترجمه بشه مسئله وجود داره. ما از حوزه در واقع نظری درباره ذرات وقتی که حرکت کنیم وارد
بخش زندگی بشیم و از بخش زندگی ما وارد در واقع بخش آگاهی بشیم و از آگاهی در اشکال مادون خودش به آگاهی در اشکال بالاتر برسیم و بعد به خودآگاهی برسیم، هر کدوم از این حوزه ها ما دچار مشکل ترجمه میشیم. ما میبایست این موضوع رو توجه بکنیم که من میتونم، متاسفانه اینجا اجازه نمیده که بیایم بگیم که اگر ما تئوری تی یک رو داشته باشیم در مورد حرکت بنیادی ذرات و تئوری تی دو رو هم داشته باشیم، درست، اینها بی تفاوتن درباره تزی که من به عنوان تی سه درباره آزادی انسان میدم. چنین یعنی آقای مصیبی، واقعا اگر ما دو تز متفاوت داشته باشیم در مورد توضیح بنیادی هستی، اینها میشه گفت بی تفاوت خواهند بود در مورد تیسه نظریه من در مورد اراده آزاد انسانی؟ ببینید، به نظر میاد بحث راجع به آزادی ارادی بحث هنجارینه. به نظر منظور من این بود که اگر ما معتقد باشیم که اون چه که خواهد آمد خواه ناخواه حاصل اون چیزهایی است که الان داره حادث میشه و این یکی از بحث‌های تعین‌گراهاست دیگه، به همین دلیل میگن ما یک آینده داریم، امکان‌های مختلف هست ولی از این امکان‌ها یکی به آینده محقق تبدیل خواهد شد. دست کم یک گروه از تعین‌گراها اینو میگه. این حد اعلای تعین. اگر چنین تزی هست، این بسیار مستقیم ترجمه میشه به دید به خصوص در مورد آزادی اراده دیگه. اتفاقا این خوبه اینو مطرح کردید، به خاطر اینکه ببینید مثلا دهه 60 و 70 و 80 بحث سر اصلی در گرفت بین این سازشگرای لیبرتاریانا و سازشگران در مورد امکان بدیل اعمال، به همین نام هم معروف است. یعنی که شما کسی رو فاعل آزاد یا مسئول میشمارید که امکان عمل کردن غیر می داشته باشه. خب اینو بهش میگن اصل امکان بدیل. خب لیبرتاریانا مدت ها معتقد بودن که اگر آزادی اراده وجود داره شرط ضرورش اصل امکان بدیل. و خب کلی بحث راجع به این شده، مثال های آوردن به اسم مثال های فرانکفورتی مطرحه، بعضی از تبعیت از هری فرانکفورت. آره، ولی فرانکفورت هم خودش به تبعیت از لاک، حالا من یه مثال ساده از لاک واسه تو میارم روشن میشه اینا چی میگن. اینا میگن که ما دترمینیستیم، سازشگرا هستیم، یه مفهومی از آزادی هم که ما در نظر داریم کفایت میکنه واسه مسئولیت اخلاقی ما. لاک مثال داره توی رساله در باب فاهم انسانی، فکر میکنم 1691 سالشه گمان میکنم یا 90، میگه که فرض کنید منو موقعی که خواب بودم آوردن در یه اتاقی گذاشتن، در این اتاقم بسته است، پنجرم نداره، درم به شکلی بسته است که من نمیتونم بازش کنم. من از خواب بیدار میشم، به هر دلیلی تصمیم میگیرم در این اتاق بمونم، حالا یا میوه اونجا زیاده یا نوشیدنی زیاده یا فیلم پخش میشه، به هر دلیلی بله. اگر خلاف اینو تصمیم میگرفتم نمیتونستم بیام بیرون، یعنی امکان بدیل اینجا صدق نمیکنه، اما تصمیم من بوده که من در این اتاق بمونم. متوجه؟ بله. اینا میگن این مفهوم از آزادی اینجا کفایت میکنه. در واقع فرانکفورت بعد اواخر دهه 60 از این مثال الهام میگیره، مثالای خودش به شکل پیچیده‌تری میسازه. میبینید که سطح انتظاری که ما از مفهوم آزادی داریم چه تعیین میکنه. اما چیزی که من در جواب آقای نیکفر، نه در جواب ایشون، در ادامه صحبت ایشون میخواستم بگم، گذار از گزارهای توصیفی به گزارهای هنجاری کار دشواریه. اگر اینو بخوایم بکنیم باید توضیح بدیم. پیش از هر کسی هیوم جوان موقعی که حتی 22 سالش بود در یه قطعه کوچیکی مینویسه که ما نمیتونیم از اصل به باید بگذریم. به نظر میاد که اگر ما این بحث قوی هستی شناسانه آقای کشاورزو که ما یه نوع تعامل علی بین همه ذرات جهان داریم در این حد که حتی حد و مرز ارگانیسم ها حذف میشن بپذیریم، باز باید یه استدلال افسون داشته باشیم خب که از این چه نتایج هنجارینی ما میتونیم بگیریم و اینکه خب اگر همینجوری باشه اصلا دیگه آزادی چه ارزشی برای ما داره. اگر عمل امروز من که اینجا هم یه باترفلای افکت بوده، البته خب این خودش هم قابل پس من چرا من باید بهش قراره باشم که تصمیم من بوده و شما چرا مسئول شناخته بشه؟ شما اصلا چرا باید اهمیت بدید که مصیبی دعوت من پذیرفت یا نپذیرفت؟ آقای کشاورز واقعا هم چرا؟ واقعا چرا؟ تمام صحبت سر اینه که از این قیدها رها بشیم و یک حالت جدیدی پیدا بکنیم. میدونید صحبت سر یعنی شما فکر میکنید نمیشه در مد و ذم
عملی کسی صحبت کرد؟ شدن که محققا میشه، چون اینجا باید به نظر شما صحیح نیست. ببینید، صحبت سر اینه که ما به تناسب خصوصیتی که داریم حرکتی میکنیم که مؤثر از خودمون و ذراته، و ممکنه که در ارتباط با اقدامی که یک شخص میکنه خیلی‌ها بگن که این اقدام ناپسندیه، و خب اینجا زمینه‌های اخلاقی و غیره پیش میاد. ولی اون چیزی که هستش، انواع و اقسام عقاید وجود داره. اشاره‌ای که آقای نیکفر کردن به موضوع این که اگه اشتباه نکنم ذره مبهمه یه چیزی در این بین، من در این مورد تا حدودی اشکال داشتم، برای اینکه ذره رو من به هیچ وجه مبهم نمی‌بینم، بلکه بیشتر و بیشتر در حال شناخت می‌بینم. یک ذره، مثلا شما فوتون رو در نظر بگیرید، فوتون هم جنبه جسم داره هم جنبه انرژی داره، در هر لحظه بین این دو در حال حرکته. و اون کاری که ما داریم میکنیم اینجا اینه، من واقعا میخوام فرا برم از این که بیام و اراده رو بگم، اراده خود یا اراده آزاد یا اراده اعمالی. اون چیزی که من اسمشو میذارم، شاید بتونیم بذاریم اراده جاری باید گفت، و جاری به علت اینکه دنیا در حرکت و در فلاکس، و چون این ذرات در حال حرکتن در هر لحظه در حال شکوفایی ان. اگر که شرودینگر اگر گفت. عملی که صادر میشه حاصل این فعل و انفعال های این ذرات هستن، و این حد بسیار پیچیده از تاثیرگذاری های متقابل، چیزی به اسم من منحل میشه. بله. یعنی من نمیتونم بگم عمل من حاصل نه فقط حاصل اراده من، اصلا حاصل منه، منشأش در من نیست، چیزی به اسم من وجود خب نخواهد داشت در نظریه شما. ارسطو اومد و زمین رو مرکز کائنات دونست. ما هنوز خودمون رو، بشر خودش رو مرکز کائنات میدونه. یک چیزی رو من اضافه کنم برای این بحث لازمه، چون در این بحث الان در جهان رسمه که معمولاً به فلسفه ذهن که در دانشگاه آمریکا خیلی تدریس میشه استناد میشه و استادان درجه یک این مبحث اونجاست. این در واقع از یک طرف جذاب شده، خیلی بحث‌های علمی و فلسفه تحلیلی وارد شده، و از یک طرف یک گسستی در گفتمان فلسفی پیش آمده. بحث آزادی در فلسفه اگزیستانسیالیسم و در فلسفه اروپایی و در ایدالیسم آلمان بحث اساسی هست، و یک گسست ایجاد شده بین بحث آزادی که از ایدالیسم آلمان میاد و میره تا سارت و هایدگر و بعد در مکتب فرانکفورت، و بحث آزادی که در فلسفه ذهن. این گسست یک اشکال اساسی در این موضوع ایجاد کرده که باعث میشه که این حوزه دلالت ها و حوزه جهان انسانی کم دیده بشه. یعنی اون چیزی که انسان هست، یعنی انسان به این مفهوم که منفیتی که وجود انسانی داره، یعنی انسان یک سوراخی هست در ملای هستی، در انسان عنصر نفی وجود داره. برای من این میز هم وجوده و هم امکان هست. خود این زبان متافیزیکی نیست آقای نیکفر، وقتی میگید انسان یک سوراخی هست در ملای هستی، تفسیرهای بسیار متفاوتی از این میشه کرد. ولی یک چیز هست، این رو من در یک حوزه زبان طبیعی میتونم مطرح بکنم، و در این حال این رو به عنوان پایان داستان مطرح کنم، نه به عنوان یک بنیادی که من از اینجا شروع کنم و حرکت کنم و استنتاج کنم. آقای مصیبی، به هر ترتیبی که ما یه نظری از آزادی تحویل می‌خوایم بدیم، از روزمرگی قضیه جدا نشیم. ببینید، آزادی اراده با خیلی از وجوه زندگی ما درگیره. حالا سوای تفاوت ما با بقیه عالم هستی، با خلاقیت ما مسئله درگیره، حالا چه خلاقیت هنری یا فنی، با رفاقت‌ها و دوستی‌های ما مربوطه، با تقبیح و تحسین اخلاقی مربوطه، با عشق مربوطه، نه عشق مادر به بچه است که شما به بچه که شما بگید مثلا غریزیه، بلکه روابط اکتسابی. اگر همه اینها کلمه شهود هم در
بخش قبلی صحبت‌های شما اومد، اینجا هم باز ترمیم. اگر همه اینها نبود، ها اگر فقط همه اینها، بله فقط کانت نبود، البته دیگرانی هم بود. کانت این کلمه رو به کار نمی‌بره، بس اینکه اما وقتی بحث آزادی میاد خیلی از این مفهوم استفاده میشه در فلسفه کانت، مگر غیر از این؟ اگر خود لفظ نیست، خود لفظ نیست، آره این آگاهی ابتدایی که من می‌فهمم یه چیزی اینجا هست که منو قادر به این اعمال می‌کنه. اگر این شهود نیست چی هست؟ به زبان جدید میگن شهود، درسته. ولی اگر کسی که تعیونگراست، هیچ کس به نظر میاد در این بحث حاضر نیست خودش رو تعیونگرای کامل بنامه. بسیار خب، فرض کنید من خودم رو اینجا مینامم. من میتونم یه جمله اضافه کنم؟ بله. یعنی میتونم بگم که من موجودی آزاد هستم در جهان متعین. برگردیم به اون سوالی که من میخواستم از آقای مصعب بپرسم. شما گفتید که ما در زندگی روزمره چنین فکر میکنیم، چنان فکر میکنیم، گمان میکنیم چه این کاری باید بکنیم، احساس مسئولیت میکنیم، احساس گناه میکنیم، همه اینها. اگر یک تعیونگرا که در این برنامه حضور نداره، تعیونگرای کامل بیاد بگه که اینا همه سوء تفاهمات ماست، جواب چه خواهد بود؟ خب ببینید، من بازم بگم، یکی که تعیونگرایی مطلق دفاع بکنه، آدم احساس میکنه که شاید هنوز داره قرن 18 هم زندگی میکنه، جزو این خیلی هم لازم نیست مطلق باشه. تستی که همه شما باهاش آشنا هستید به نام تست لیبت نشون داد که کسانی که در یک ردیف قرار گرفتن و میخوان این یا این یا این دکمه رو فشار بدن، و آقای لیبت که این تست رو انجام داد، الکترودهای گذاشته بود و رندهای مغزی اینها رو مطالعه میکرد، اونها فکر میکنن تصمیم خودشونه که این یا اون یا دیگری یکی از این چند دکمه رو فشار بدن. ولی مطالعه‌ای که این آقای لیبت انجام داد بر اساس اون الکترودهای مغزی که گذاشته بود نشون میداد که قبل از اینکه اینها تصمیم بگیرن این یا اون دکمه رو فشار بدن، این دستور از مغز صادر شده. از این خیلی نتایج میشه گرفت، نمیشه؟ چرا؟ ببینید، البته ما رو میبره واقعا به یه جای دیگه. لیبت آزمایش ها رو 1958 شروع کرد. بله. و تا اواخر دهه 90 هم به شدت اینا رو هی تغییر داد. فکر کنم 2006 یا 7 فوت کرد. یکی از آخرین متنایی که نوشته عنوانش هست آیا ما اراده آزاد داریم، سال 2002 یا 1 اومده بیرون، میگه بله داریم. ببینید آزمایش لیبت به این ترتیبه. یه کسی اونجا نشسته 40 بار بعد انگوشش رو تکون بده. فراموش هم نکنید پیش از اینکه بیاد این آزمایش بشه بهش گفتن که شما قرار این کارو بکنید. بله. تا فاصله که انگوشش تکون بده تا اون لحظه که احساس میکنه تصمیم آگاهانه داشته، لیبت میگه یه چیزی هلوش 200,000 ثانیه فاصله است. بله. ولی ظاهرا این گونه هست که یه چیزی که بهش میگه readiness potential، یعنی این ظرفیت آمادگی، 350,000 ثانیه پیش از این اتفاق میفته. بله. اولا که نقد کردن که کل این داستان اصلا هیچ اعتباری واسه آزادی اراده نداره، یعنی اغراق شده راجع به اینکه نتایجش چی بوده. لیبت آزمایشش یه چیز دیگه هم نشون میده که تو این سالها کاملا ازش بهش توجه نشده، اینکه بین اون 200 ثانیه تا انجام عمل یه چیزی حدود 0.1 ثانیه شما هنوز فرصت وتو کردن دارید و میتونید بکنید. و به این معنا لیبت میگه اگر هم فعالیت‌های موتوریک مغز شما تو بخش‌های مختلف کورتکس در این چند هزارم ثانیه هم زودتر پیش اومده باشن، شما همچنان امکان نگویی دارید. بله. همون چیزی که من گفتم موضوع ترجمه کردن. بله. یعنی شما یک این نتایج رو در این لول این تست رو ترجمه می‌کنید به زبانی که بعد ترجمه باید کنید، تفسیر کنید، اونجا می‌بینیم که اصلا کار ساده‌ای نیست. شما از این بحث که متأثر از تست لیبت هست چه نتیجه‌ای می‌تونید بگیرید؟ ولی اون چیزی که من اینجا می‌بینم باز صحبت تعاریفه. یعنی ما خیلی در بند این که این 0.1 ثانیه است یا چقدر ثانیه است، ما زمان رو تعریف می‌کنیم و بر اساس که این صحبت حالا خودش سر دراز دارد می‌افتیم وارد صحبت زمان می‌شیم، ولی با تعریفی از زمان میایم میگیم که آیا این مطلب موجب اراده آزاد هست یا نه، در حالی که صحبت به نظر من میاد که ورای اینه، دقیقاً ورای اینه، برای اینکه این ذرات، صحبت باز برمیگه به صحبت ذرات، ذرات همراه با دانش هست، همراه با آگاهی هند. این دانش در ذرات وجود دارن؟ بله البته، البته. اینطوری نمیشه پیش رفت، چون علم یعنی تعاریف و علم با تعاریف شروع میشه. بله، ما کسی داریم مثلا وایتسکر فیزیکدان که یک عنصر دیگه به جهان اضافه کرد، اینفورماسیون، یعنی گفت فقط با چیز نمیتونیم صحبت بکنیم، با ماده، زمان، مکان نمیتونیم صحبت کنیم، یک عنصر اطلاع هم باید اضافه کنیم. ولی این
اصلا فرق میکنه. بله، پس اجازه بدید آقای کشاورز تموم کنه. دانش. بله. صحبتی که من میکنم اینه که دانش در طول عالم گسترده هست و موجوده. تفاوت شکل به عبارت تفاوت ابراز پیدا میکنه. یعنی وقتی که ما برگردیم به همون فوتون یا برگردیم به اجزای فوتونی، حتی در علوم کوانتوم که نگاه کنید، برای این ذرات اسامی که میذارن بر اساس فرض کن زیبایی، جذابیت، بالا پایین، چیزهای از این قبیل میذارن برای درک بهتر. بنابراین تعاریفی که ما داریم تعاریفن، منتها ما باید ببینیم که آیا این اجازه بده هیچ اون اسم هیچ ربطی به اون ماهیت نداره. بله، این بحث تعاریف رو کنار بگذاریم، برگردیم به اون تست لیبت که راجبش صحبت کردیم و یه مقدار ملموسه، میخوام کماکان یه مقدار روش مکس کنیم. شاید نتایج دیگه ایشون نفی کردن، دلایل مختلف آوردن. یه دلیل دیگه هم که در نفی تست لیبت ارائه میشه و من این رو از شما میپرسم، برای اینکه زبان شما بیشتر به زبان تعیونگرایی طبیعی نزدیکه، به این ترتیب اون نقد آزمایش یا تست لیبت طبیعی الهی، خب این نقدی که شما دارید ولی من طبیعتا نمیتونم بگم، کار شماست که نظریشون رو نقد کنید. اما در مورد تست لیبت که تعیونگرایان طبیعی ازش استفاده میکنن، این نقد میشه که فشار دادن یک دکمه، یک نوع عمله، تصمیم به مثلا ازدواج، یک عمل کاملا متفاوته و اینها سطوح متفاوتی از عمل هستند و ما ممکنه در فشار دادن یک دکمه مثلا اختیار کمی داشته باشیم به دلیل اینکه تحت تاثیر روندهای بیولوژیکی باشه، ولی اونجا که وارد حوزه اجتماعی میشیم، اونجا که انسان تاریخمند مطرحه، اونجا دیگه اقدامات ما نمیتونه فرو کاسته بشه، تقلیل یافته بشه به مثلا فشار دادن این یا اون دکمه. و چنین نقدی به تعیونگرایان طبیعی در واقع داره میگه که انسان متفاوته و اعمالش ناشی از اراده آزاده، یا حداقل حدی از اراده آزاده. خیر، من با این صحبت موافق نیستم، به این دلیل که در اینجا ما میایم باز فاصله میگذاریم. یعنی شما معیار دارید، اینکه اگر که یک نفر انگشت بزنه و یک دکمه رو تکون بده، این مقدارش زیاد مهم نیست، اگر که ازدواج بکنه پس مقدار خیلی بزرگیه، اگر که فرضاً این شخص نمیدونم بره بالای کوه هیمالایا، مقدار زیادی روی مطلب سعی کرده، تمرین کرده، بالا رفته، پایین اومده تا رسیده اونجا. ولی در تمام این سیر که ما داریم صحبت میکنیم، در تمام این سیر نمیتونیم جدا بکنیم انفعال ذرات رو از همدیگه، که خود این شخص هم قسمتی از اون بوده و تمام این ذرات در حال با انرژی هستند، با دانشی هم همراهند که بر این شخص هم اثر گذاشته و خودش هم بر اونها اثر گذاشته. در واقع صحبتی که آقای کشاورز میکنن، اگر به زبان فلسفه ذهن ترجمه کنیم، یک جور از آیدنتیتی تئوری، تئوری این همانی در واقع پیروی میکنن. یعنی این هست که اون چیزی که بهش میگیم آگاهی یا اراده یا شعور، همان پروسه در نهایت شیمی فیزیکی هست. حتما نه، همه کسایی که به تئوری این همانی معتقدن، به سازگاری آزادی اراده و تعیون قابل در واقع تفسیرهای مختلفی ازش میکنن. ممنونم. برنامه این هفته همینجا تموم میشه. تشکر که پایین بس نشستید و همینطور از مهمانهای برنامه تجلی کشاورز، رضا مسیبی و محمد رضا نیکفر. در صفحه پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی هم میتونید برای ما ایمیل بفرستید و هم برنامه رو ببینید. نسخه صوتی یعنی پادکست برنامه هم در صفحه پرگار در وبسایت هست. فیسبوک برنامه هم مطابق معمول میتونه استفاده بشه برای سوالهای شما و پیشنهاداتون. شب و روز بر همه شما خوش.